Madame Taïeb, connaissez-vous Monsieur Saïd Ebadi? Ben oui, pourquoi ça? Quand l'avez-vous rencontré la dernière fois? Ça fait longtemps, on ne se voit plus. Que s'est-il passé? C'est compliqué, en plus, il s'agit de ma vie privée. Je n'ai pas envie d'en parler. Mademoiselle, c'est une affaire importante. Il faut que vous nous aidiez. Il était mon ami, mais plus tard, j'ai compris qu'il m'avait volé le portable. On dirait qu'il était amoureux de moi. Que faites-vous à Paris? Je suis étudiante en littérature. Voici ma carte d'étudiant. Avez-vous déjà voyagé en Syrie? Non, jamais. Pourquoi posez-vous ce genre de questions? Si vous ne me dites pas la raison, je ne parlerai plus. Monsieur Ebadi aurait voulu franchir la frontière syrienne pour rejoindre les extrémistes. C'est pas vrai. Je n'en reviens pas. Mais je n'y suis pour rien. Je vous ai déjà dit que j'ai coupé les ponts avec lui. Il avait fait le désert autour de lui. On a trouvé votre photo sur son portable. Si vous savez quelque chose sur lui ou ses relations, dites-nous s'il vous plaît. Pourquoi ne lui posez-vous pas cette question? Il n'est plus vivant. Il a été tiré par balle. سلام، من مصطفی شارچی هستم و این روز 17 دوره مکالمات کاربردی ماست. امیدوارم درس قبلی رو دیده باشید. میدونید که عایشه میخواست بره به مراکش ولی توی فرودگاه احضارش کردن. بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. مادام طیب، کنسوو مسیو سعید ابدی، خانم طیب، آیا شما میشناسید آقای سعید عبادی رو؟ توی این بچه دیالوگ ما خیلی میخوایم روی سوال پرسیدن تاکید بکنیم. میدونید بچه ما سه نوع سوال پرسیدن داریم، یکی با لحنمون، اگه من بخوام بگم اینجا میشه وو کنسه مسیو سعید عبادی، دومی با اسکو وو کنسه مسیو سعید عبادی، که این دوتا بیشتر در زبان گفتار یا زبان عامیانه تر استفاده میشه، ولی شکل سومی داریم که در نوشتار یا سوال و جواب خیلی رسمی استفاده میکنیم که بهش میگیم انورسیون دو ورب ادو سوژه. اینجا میبینید کنسه و یه دونه خط فاصله هم بینشون میزنیم که حالا یکم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. کنسه و مسیو سعید عبادی، آیا آقای سعید عبادی رو میشناسید؟ بان وی بان بچه هم مثل همون بیانه، ولی تو زبان عامیانه است، مثل بله. پورکوا سا، چرا این سوال میپرسید؟ Quand l'avez-vous rencontré la dernière fois? بچه دوباره اینجا جا به جای فعل و فاعل داریم. کی شما ملاقاتش کردید دفعه آخر، آخرین دفعه. یعنی بوده جمله ما vous l'avez rencontré، بعد شده l'avez-vous rencontré la dernière fois. چیزی که اینجا مهمه بچه، اینجا توی پس کمپوزه است، این جا به جای فعل و فاعل فقط بین فاعل و اکسیلیر صورت میگیره. به رانکونتره که پارتیسیپ، پس از ما کاری نداریم. پس وو اومده بعد از اکسیلیر. کان لوه وو رانکونتره لا دیرنیر فوا، آخرین بار کی دیدیدش؟ صفه لونتام، صفه لونتام یعنی خیلی وقته. صفه لونتام که مثلا خیلی وقته که من اینجا زندگی میکنم. صفه لونتام که جابیت ایسی، صفه لونتام که جتودی لو فرانسه. اون سو وا پلو، دیگه هم دیگر رو نمیبینیم. بچه ما یه منفی سازی داریم به نام نو پلو. میدونید که نو پا سه لفرم لپلو جنرال دو لنگسیون، شکل جنرال ترین شکل پرسش نو پا، ولی تنها شکل منفی سازی ما نیستش. اون سو وا پلو یعنی دیگه، یعنی دیگه نه، یعنی یه کاری که قبلا انجام میدادیم ولی الان دیگه انجام نمیدیم. دیگه هم دیگر رو ما نمیبینیم. میگه که ستیل پسه، چه اتفاقی افتاده؟ خب اینجا بچه ها برای که یکم شاید سوال برای ما سوالی کردنش با اندخسون دو ورب سوژه یکم مشکل باشه. چرا؟ چون ما همیشه میگفتیم کسکو، ولی یادتون نره بچه ها کسکو که پلوس اسکوه، یعنی کلمه پرسشی ما که به اضافه اسکو شده، پس کلمه پرسشی ما کسکو نیست، همون که. پس کلمه پرسش ما که، فعل و فاعل رو عوض کردم، اینجا فعل ما سپس است، سپس یعنی اتفاق افتادن.
و میدونید افعال دو ضمیره توی پس کمپوزه با اتر صرف میشه. به خاطر همین به جای اینکه ما اواق استفاده کنیم از اتر استفاده کردیم و ایل سه پسه بوده شده سه تیل پسه. یادتون نره که اون تیغه رو هم بذاریم. چه اتفاق افتاده؟ سه کمپلیکه پیچیده است. آن پلوس مضاف بر این افزون بر این ایل سجی دو موی پریوه. این مربوط به زندگی شخصی من. بچه ایل سجی دو یه عبارت امپرسونل. امپرسونل بچه یعنی چی؟ یعنی ایل سجی دو نداریم. نو مثلا اجیسون دو نداریم. این همیشه این شکلیه. ایل سجی دو فعالش تغییر نمی کنه. وقتی بخوام بگم موضوع از چه قراری صحبت چی هست از ایل سجی دو استفاده میکنیم. مثلا میگم که j'ai vu un film au cinéma. یه دونه فیلم دیدم توی سینما. ایل سجی سه d'un grand acteur مثلا درباره یک خواننده بزرگ. یا اینجا داریم میگیم صحبت از زندگی خصوصی منه. ایل سجی دو ما وی پریوه. ایل سجی دو رو پس بچه یادتون نره. je n'ai pas envie d'en parler. avoir envie de faire quelque chose یعنی متمایل بودن به انجام یک کاری. ولی میگه je n'ai pas envie de. من تمایلی ندارم. دو بچه پس avoir envie de. بعد پقله هم دو quelque chose داریم. یعنی صحبت کردن درباره یه چیزی. یکی پقله اکل کنه یا avec کلکنه که صحبت کردن با کسیه. ولی یه دونه داریم پقله دو کلکنه. خب اگر این آنو نمیدونید از بالا میتونید ببینید ویدیویی که مربوط به یکی خیلی فعان هست. چون دو کلکوشوز بوده با آن جایگزینش کرده. میگه که من دوست ندارم دربارش صحبت کنم. درباره زندگی خصوصیم نمیخوام صحبت کنم. بعد میگه مادموازل. اونجا میگفت مادم حالا شده مادموازل. حالا چون جوونه مادمولا میگم مادموازل. ستوی نفق هم پختان. این یه موضوع مهمیه. بعد خانم دوشیزه خانم. Il faut que vous nous aidiez. شما باید به ما کمک کنید. Il faut que vous nous aidiez. سوبژانتیو بعد il faut که میدونید سوبژانتیو فاعل متفاوت هم بعد داشته باشیم. دوباره ویدیوی سوبژانتیو رو میتونید ببینید. Il faut que vous nous aidiez. باید شما به ما کمک کنید. بعدی میگه il était mon ami. دوست من بودش. ام پخفه داره یه موقعیت گذشته رو میگه چون الان که دوستش نیست با هم رابطه ای ندارم. مه پلوتر ولی کمی بعد جه کمخی کلمه به وله لو پختم. من فهمیدم که تلفن من رو دزدیده. اینجا من فهمیدم که اون تلفن من رو دزدیده. مه به وله لو پختم پلوس که پخفست. و حالا این برای کنکوردانس دو تام میاد چون که دیسکورن دیرکت. حالا بعدا در باید صحبت. اون دیگه کلته اموغو دو موه. بچه اون دیگه که یعنی ظاهرا گویی مثلا گویا مثلا این اتفاق افتاده. انگاری مثلا عاشق من بوده. ایلته اموغو دو موه. اتر اموغو دو کلکم. یا تنبه اموغو دو کلکم. که فتوو اپقی. دوباره بچه همون که یعنی چی فتوو جا به جای فعل و فاعل اپقی. شما چی کار میکنید تو پاریس؟ Je suis étudiant en littérature. من دانشجوی ادبیاتم. بچه معمولا étudiant en فلان میگیم. من دانشجوی فلان چیز هستم. Voici ma carte d'étudiant. اینم کارت دانشجوی من. بچه ها بعضی وقت شاید بگن چرا نمیگیم ma carte de l'étudiant. به خاطر اینکه بچه étudiant اینجا یک ماهیت مجزایی نداره. اینجا داره نوع کارت رو میگه. خودش اتودیان اینجا چیزی نیست. وقتی ما میگیم اتودیان یاد کسی نمیافتیم. به شکل عام میگه چه نوع کارتی؟ مکخت اتودیان. کارت دانشجو. مثلا کخت ددیزیون یعنی کارت اشتراک، کارت عضویت. پس یادتون نره. avez-vous déjà voyagé en Syrie؟ دوباره بچه پس کمپوز است. جا به جای فعل و فاعل فقط برای فاعل و اگزیلیر ما صورت میگیره. میگه آیا قبلا به سوریه شما مسافرت کردی؟ یه نو جامه هرگز. پورکوا پوزوو سو ژان دو کوستیون؟ برای چی شما این تیپ سوالا رو دارید میپرسید؟ بچه پوزه کوستیون ها یعنی سوال پرسیدن. پوزه د کوستیون یعنی سوال پرسیدن. برای چی تیپ سوالا رو دارید میپرسید؟ سی وونو مودیت پالا رزون. اگر شما
دلیلش رو به من نگید je ne parlerai plus. دیگه من صحبت نخواهم کرد. Ne parle, ne plus بچه یعنی دیگه نه. دوباره شرطی ها رو میتونید برید توی ویدیو بالا ببینید. اولیش پرزان، دومیش فیتور سمپل. اولین شکل شرطی های ماست. میگه monsieur Ebadi aurait voulu franchir la frontière syrienne pour rejoindre les extrémistes. که آقای عبادی aurait voulu conditionnel پس هست. دوباره هم ویدیویی که بالا گفتم. گفتیم بچه یکی از موارد استفاده conditionnel اطلاعات تایید نشده است. Les informations non confirmées. اینجا هم که میگه aurait voulu یعنی احتمالاً میخواسته. خب یعنی شاید هم مطمئن نیست. aurait voulu franchir la frontière syrienne. میخواسته بگذره از مرز سوریه. این چیزی که اینجا بچه خیلی مهمه این که ما میگیم که ما تو فارسی معمولا میگیم مرز سوریه یعنی frontière de la Syrie. ولی توی زبان فرانسه یا تو زبانهای دیگه مثل عربی میدونم که ما وقتی که بتونیم صفت استفاده کنیم معمولا از اسم کشور استفاده نمیکنیم. یعنی به جایی که بگیم رئیس جمهور ایران میگیم رئیس جمهور ایرانی. به جایی که بگیم le président d'Iran میگیم le président iranien. پس ما معمولا adjective دو نسیونالیته رو ترجیح میدیم به جای اسم خودمون کشوری. پس میخواسته رد شه از مرز سوریه برای پیوستن به اکستریمیستا تندروها. الله اکبر. این سعید چه آخر عاقبتی پیدا کرد. سه پاوره. سه پاوره. میگه با اصلا چی میگه؟ اینجا بچه سونه پوغه بوده. نوشو حذف کرده. توی گفتار بچه ما خیلی وقتا نو رو حذف میکنیم. میگه این واقعی نیست. درست نیست. چی میگی؟ باور نمیکنم. جنان قویم پا. جنان قویم پا دوباره بچه یه اصطلاحه. یعنی ازش بر نمیگرم. یعنی باور نمیکنم. یعنی چی میگی؟ می جنیسوی پوغیم. ولی من هیچ کارم دخلی به من نداره. من در اونجا یعنی کاری نیستم. به من چه هستم؟ Je n'y suis pour rien, ni man hich karam, taqsir man, ce n'est pas ma faute. Je vous ai déjà dit que j'ai coupé les ponts avec lui. Man be shoma qablan goftam ke abat inje jabe coupe shayad begim behtar bashe, chun dobare discours indirect. Man pola ro boridam bash, yani man bash qat rabete kardam, coupe les ponts avec quelqu'un, yani qat rabete kardam. Il avait fait le désert autour de lui. دور خودش یه بیابون درست کرده بود. یعنی همه رو فراری داده بودش. تنها شده بودش. این هم اصطلاح جالبیه. فق لو دزق و تغدو کلک. ایل اوه فه لو دزق و تغدو لی. اونه تروه وطخو فوتو سرخسون پرده. گفت آره به من چه دخلی داره؟ میگه عکس تو رو گوشیش پیدا کرد. عکس شما رو گوشیش پیدا کرد. ای بابا. پدر عشق بسوزه. Si vous savez quelque chose sur lui ou ses relations, اگر شما چیزی میدونید درباره خودش و روابطش dites-nous s'il vous plaît. لطفاً به ما بگی. بچه‌ها یه نوع شرطی نوع اول میتونه سی پرزان امری هم باشه امپراتیو هم باشه که اینجا دارید میبینید. بعد میگه pourquoi ne lui posez-vous pas cette question. چرا بچه‌ها این سوال بخشه میگه چرا این سوال از خودش نمیپرسید. Il n'est plus vivant. دیگه زنده نیست. یعنی مرده. il a été tiré par balle. یه دونه گلوله به شلیک شده که اینجا مجهوله. درباره مجهول بعدا صحبت میکنیم و خدا رحمتش کنه این آقای سعید عبادی رو.